در 3 مارس 1847 در ادینبورگ اسکاتلند کودکی به دنیا آمد که بعدها نام و آوازش همواره با یک کلمه عجین شد: تلفن. الکساندر گراهام بل با اختراع تلفن توانست فاصله های جغرافیایی را در نوردد و در کمترین زمان صدا و پیام را به دورترین مکان ارسال کند. او را با نام الک می‌شناسند. شهرت او مدیون اختراع تلفن است، اما از دیگر اختراعات معروف وی میتوان به فلزیاب هم اشاره کرد. او گرچه بیش از چند سال به مدرسه نرفت، ولی با همت خودش و تلاش خانوادهش از تحصیلات ممتازی برخوردار گردید. از آنجا که پدر گراهام متخصص طبیعت صدا، اصلاح گفتار و آموزش به ناشنوایان بود، او هم به مبحث بازیافت اصوات و صداها علاقه‌مند شد. الکساندر 12 سال بیشتر نداشت که مادرش دچار عارضه ناشنوایی شد. الکساندر از این واقعه بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. همین موضوع باعث شد که بل شروع کند به یادگیری یک زبان انگشتی که بتواند با مادرش حرف بزند. او روشی را ابداع کرد که میتوانست با صداهای خاصی مفاهیم را به مادرش منتقل کند. در این راستا بود که کم کم الکساندر به مبحث صداشناسی بیشتر علاقه‌مند شد. خانواده بل را باید خانواده سخنوران دانست. آنها از اساتید سخنوری بریتانیا بودند. پدر الک درباره اصول سخن گفتن با کرولال ها رساله‌ای نوشت که در زمان خود یک رساله انقلابی بود. در 1865 وقتی خانوادهش به لندن مهاجرت کرد، الکساندر به دفتر کارش رفت و تمام پاییز و زمستان را صرف تحقیقات در پروژه هایش کرد. الکساندر یک شب تا دیر وقت مشغول کار بود که ناگهان یک باتری واژگون شد و اسید سولفوریک آن روی لباسهای او ریخت. بل با عصبانیت معاونش را صدا کرد، در حالی که او در کارگاه زیر شیروانی بود و در وضع عادی صدا به او نمی‌رسید. ولی وجود یک سیم تلگراف که از کارگاه زیر شیروانی تا داخل اتاق خواب بل در طبقه پایین امتداد داشت، باعث شد که معاونش صدای او را بشنود. این سیم برای انتقال اصوات نوت‌های پیانو توسط الکساندر ساخته شده بود. توماس واتسون، معاون بل، بعد از تقریباً 40 سال این حادثه را اینطور بازگو می‌کند: برعکس اولین پیام تلگرافی مورس که با جمله مقدس آنچه خدا اراده کرده است شروع شد، اولین پیام تلفنی بل با این جمله آغاز شد: آقای واتسون، بیا اینجا، با تو کار دارم. شاید اگر گراهام بل می‌دانست که در آستانه یک اختراع بزرگی است، اولین پیام خود را با یک جمله جالب شروع کرد. آن جمله تاریخی البته اولین جمله کاملی بود که از طریق سیم ارسال شده. در سال 1876 امتیاز ثبت حق انحصاری اختراع تلفن به گراهام بل داده شد. پس از دریافت امتیاز مزبور، گراهام بل دستگاه تلفن اختراعی خود را به معرض نمایش گذاشت. اختراع بل با استقبال گرمی مواجه شد و جایزه ای نیز به او اعطا کرد. بل و دستیارانش در ژوئیه 1877 شرکتی را تأسیس کردند که در حقیقت پدر امروزین شرکت تلفن و تلگراف آمریکا بود. اکنون نیز همین شرکت بزرگترین تشکیلات بازرگانی خصوصی در جهان است. در سال 1915 یک خط تلفن سراسری در خاک آمریکا ایجاد شد و به دنبال آن رئیس جمهور آمریکا از کاخ سفید در واشنگتن با فرماندار کالیفرنیا ارتباط برقرار کرد. در همین هنگام بل در نیویورک پشت میزی نشسته بود و با همکارش در کالیفرنیا درباره روزهای نخستین اختراع صحبت می‌کرد. با وجود اینکه بل در نتیجه اختراع تلفن ثروتمند شده بود، ولی همچنان به فعالیت‌های تحقیقاتی خود ادامه داد و چند وسیله سودمند دیگر اختراع کرد. اما توجه و علاقه اصلی او کمک به ناشنوایان بود. الکساندر گراهام بل در 2 اوت 1922 در خانه‌اش در نواسکوتیا دیده از جهان فرو بست.